وقتی که گرفتار ناهماهنگی شناختی میشه چی کار میکنه؟ میره سراغ راه حل هایی که هوش غریزی بهش میده، میشه راه حل های کوتاه مدت. حالا بریم یه وامی بدیم، عمل جواب نمیده. حالا بریم یه قانون برای ارز بذاریم، جواب نمیده. حالا بریم برای فرزندآوری یه قانون بذاریم، عقلانیت کار نمیکنه. چرا؟ چون همه دانش موجود در سیستم رو به کار نمیگیره، چون همه نخبگان رو اخراج کرده، چون پیوندهای عقلانی در سیستم گسیخته شده، بنابراین سیستم اصلا نمیتونه تصمیم عقلانی بگیره. پس از یه جایی سیستم چون ناهماهنگی شناختی توش هست و نمیتونه از آرزوهاش دست برداره، میره رفتارهای نمایشی و تدافعی و کوتاه مدت رو دنبال میکنه. از اون طرف هم هر کارشناس هر نخبهی تو سیستم بخواد مقاومت کنه، نقد کنه، اخراجش میکنه، بنابراین پیوندهای عقلانی در سیستم رو از بین میبره. بنابراین کسی دیگه تو سازمان مدیریت نمیتونه عقلانی تصمیم بگیره. مقامات بالا این آرمان رو خواستن، آقا روی باید حتما 8% باشه، زشته برای ما روش صفر. در حالی که اگر سیستم عقلانی بود باید میگفت که برنامه هفتم رشد صفر، ما همین که بتونیم یا رشد یک یا دو. آخه نمیشه که شما 40 سال متوسط نرخ رشد 2.8 بوده، 40 سال، 20 سال متوسط رشد 1.8 بوده، 10 سال متوسط رشد صفر بوده، حالا تو یه مرتبه بگی نه من رشد باید 8% باشه، خب این عقلانی نیست دیگه. تو یعنی اطلاعات سیستم رو از گذشته، اطلاعات سیستم رو در نظر نمیگیری، توانایی سیستم رو در نظر نمیگیری، محیط جهانی رو در نظر نمیگیری. نتیجهش اینه که سیستم دیگه ناتوان میشه در عمل به بدیهیات. ناتوانی در عمل به بدیهیات نتیجه سیستمیست که به پیری زودرس رسیده، دچار پارادوکس غرور ناتوانی شده و از سطح عقلانیت به سطح هوش غریزی سقوط کرده. مثلا همین موضوع حجاب که مطرح کردم، خب خودت میدونی، گفتم حالا دوباره میگم، بدیهیه که شما تو جبهه ای که در هر خانه یک سرباز بر علیه شما میجنگد، اگر وارد جنگ بشی میبازی. خب نباید وارد بشی، ولی سیستم بازم وارد میشه. هواپیما وقتی بلند میشه بعد از چند دقیقه خلبان باید اعلام بکنه که هواپیما استیبله، اوکیه، داریم بیریم، بعد کمربند رو باز. اگر این هواپیما 1 ساعت 2 ساعت رفت و نگفت کمربند رو باز، بدیهیه که مسافر خسته بشن، نگران بشن، نکنه نقص فنی وجود داره، شورش کنن. آقا 40 سال هواپیمای انقلاب بلند شده، خلبان هنوز نگفته که کمربند رو باز بکنید، هنوز داره میگه کمربند رو سفتر کنید. ما شهد ابی طالب رو هم آماده ایم. خب بدیهیه که جامعه همراهی نخواهد کرد، معترض خواهد شد، چیز طبیعیه. یا به سال دیگه، آقا ما از سال 60 1360 تراز آب کشور منفی شده، یعنی مقدار آبی که از زمین داریم برداشت میکنیم بیش از مقدار آبی است که از بارش به زمین نفوذ میکنه در سال. خب بدیهیه که چنین کشوری نباید دنبال خودکفایی گندم باشه و خودکفایی گندم آبهای کشور رو نابود میکنه، منابع آبی کشور رو، و چنین کردی، ولی هنوز داریم بر خودکفایی گندم اصرار میکنی. آقا بدیهیه که هر فردی تا یه سنی کارایی داره، بیشتر افراد 60-65-70 دیگه کاراییشون میاد پایین، تو اون سن دیگه نه مغزشون کار میکنه نه بدنشون میکشه، بنابراین نباید در مسئولیت های حساس شما آدمایی که بالای این سن دارند رو بذارید. خب بدیهیه کسی که در کلامش دچار آشفتگیه، تو نشست و برخاستش روی صندلی مشکل داره، نباید مسئولیت های مهم نظام سیاسی داشته باشه، ولی در کشور ما میذاریم آدمایی در این سن رو در چند تا مسئولیت مهم قرار میدیم. آقا بدیهیه که مقامات کشور نباید هیچ گروهی از شهروندان رو که شناسنامه ایرانی دارن بهشون بگن شما عضو ملت ایران نیستید. ممکنه بگن شما با نظام خوب نیستید، منتقدید، عضو نظام نیستید، ولی نمیتونن بگن عضو ملت ایران نیستید، بردارید از این کشور برید بیرون. این بدیهیه، تو هیچ کشوری چنین رفتاری نمیشه، ولی اینجا ما این رفتار رو انجام میدیم. بدیهیه که شما وقتی تعدادی خانواده، زن و بچه، پدر و مادر تو پارک لاله جمع میشن با هم
دایره عموزنجیر باف میبافند و شعر میخونند و دایره میچرخه. اگه مخالفی دوست نداره این کار بشه، نباید پلیس رو بفرستی. همون بچه میترسه، هم خانواده میترسه، همون بچه برای همیشه از پلیس بیزار میشه. میخوایم این کارو نکنن، باید آتش نشانتو بفرستی آب بپاشه، مامور پارکو بفرستی چمن آب بده تا متفرق بشن، نه اینکه پلیس بفرستی. اینو هر انسان متوسط العقلی هم میفهمه، ولی خب انجام میشه. آقا بدیهیه وقتی که در یک کشوری 40 سال تورم دو رقمی داشتیم و صف انتظار مسکن برای کسانی که فاقد مسکنن حالا 270 سال شده. اگه بخوان وام بگیرن و مسکن بخرن باید 270 سال وام بدن. توی چنین کشوری بدیهیست که زادآوری و تولد بیاد پایین. بنابراین بدیهیه که تشویق روش جمعیت جواب نمیده ولی باز عمل میکنی. یک بدیهی خیلی مهم، آقا بدیهیست که هر نسلی به نسل بعد از خودش میبازه. چرا؟ چون هر نسل جدیدی قابلیتهاش، دانشش و غیره و غیره همه بیش از نسل قبلیه. پس همیشه نسلهای پیشین به نسلهای بعد خودشون میبازن. پس نباید به مقابله بین نسلی رفت، ولی حکومت ما میرود به مقابله بین نسلی و متوجه نیست که باید او خودش رو سازگار کنه با نسل جدید، نه نسل جدید با او. حکومت هر روز ضعیفتر، نسل جدید هر دو قویتر. خب نتیجه روشنه. پس تو نباید بری تو جنگی که تو بازی که از پیش معلومه بازنده ای، ولی میره. گفتم براتون که کشوری که رشد متوسط 40 سالش 3% بوده، 2.8% بوده، 20 سالش 1.8% بوده، 10 سالش 0 بوده، حالا اومده توی برنامه هفتمش گذاشته چی؟ 8% رشد. خب این بدیهیست که شدن نیست. حالا دقیقش کنیم ببینید، برای اون رشد 8% در سال خودشون محاسبه کردن که نیاز به 60,000 همت سرمایه است. 60,000 همت یعنی 1,200 میلیارد دلار برای 5 سال. خب یعنی سالی 240 میلیارد دلار. خب چطوری شما که الان برای 20 میلیارد دلار دارید با آمریکا مذاکره میکنید، بعد امتیاز میدید، بعد کلی کلاتون رو انداختید هوا که تونستید 20 میلیارد دلار رو آزاد کنید، چجوری میتونید سالی 200 میلیارد دلار تأمین سرمایه کنید؟ بدیهیه که نمیشه، ولی اون برنامه رو مینویسید. مثال دیگه باز تو همین حوزه توسعه. آقا وقتی شما در پردرآمدترین دوره تاریختون، اصلا نه تاریختون، تاریخ هزار ساله ایران، چند هزار ساله ایران، یعنی 8 ساله احمدی نژاد، شما 1,000 میلیارد درآمد داشتی، 1,000 میلیارد دلار، و نتونستی وعده 1,000,000 شغل در سال رو اجرا کنی و نتونستی وعده 1,000,000 مسکن در سال رو اجرا کنی، چجوری الان که اون درآمد الان گیر 20 میلیارد 10 میلیارد دلاری چجوری بتونی اون وعده رو محقق کنی؟ بدیهیه که نمیشه. پس چرا میاری تو برنامه؟ چرا میاره؟ آرزوهای بنیانگذارها، چی؟ پارادوکس غرور و ناتوانی، پارادوکس امکان و آرزو. آرزوها باید بیاد تو برنامه. یعنی برنامه های ما شده چی؟ برنامه های شما شده حدیث آرزومندی مقامات. اصلا کاری ندارن که میشود یا نمیشود، آرزوهاشون اونجا میارن، بقیه هم موظفن که توی برنامه ذکر بشه. حدود 373 تا شاخص از توسعه داریم که توی همین کتاب 1400 توسعه 1401 چند وقت پیش رونمایی کردیم، آوردیم اینها رو. از این 373 تا شاخص 187 تاش برای ایران قرمزه. خب بدیهیه که شما وقتی 187 تا از چراغای توسعه از 300 تا، یعنی 78% قرمزه، حالا میخوای بری تو لاین سبقت، تو الان باید بزنی کنار این ماشین توسعه شما که داری با سرعت داری میری، 178 تا چراغش قرمزه، باید بزنی کنار ببینی چشه، ولی تو تازه داری میری توی لاین سبقت، میخوای بالاترین سرعت رو نسبت به همه داشته باشی. بدیهیه که نباید این کارو بکنی، ولی این کار رو میکنیم. و مثال آخرم بدیهیست که وقتی هواپیمای اوکراینی سقوط میکنه
و شما سه روز مخفی میکنی و دروغ میگی، دیگه اعتبار خودت رو برای همیشه از دست میدی و از این به بعد هرچه بگویی مستند میشود به دروغگویی قبلی. بدیهی است که در موضوعات کلیدی ملی حکومت نباید دروغ بگوید، چون به زودی و به راحتی آشکار میشه، ولی همچنان گفته میشه. فکر میکنم این مثال ها بس باشه برای اینکه دریابیم که ساختار سیاسی ما دیگه از عمل به بدیهیات ناتوانه. حالا تا نگاه میکنیم میبینیم تجربه های اول انقلاب تجربه های تراژیکی بود. یعنی چه؟ یعنی مصیبت بار بود. حکومت حالا داره همون روش های اول انقلاب رو دوباره باز تولید میکنه، اما از دلش این بار کمدی در میاد. ببینید، اول انقلاب مشروعیت بود، اعتبار بود، انرژی بود، درآمد نفت بود، شرایط جهانی آماده بود و همه اینها بود و حکومت به پشتوانه همه اینها در یه مراحل و مقاطعی تراژدی آفرید، مصیبت آفرید، مصادره کرد، شعار داد، جنگ رو بیهوده طولانی کرد، با همسایه ها تندی کرد، در 67 اون فاجعه اعدام ها رو آفرید. اینا همه رفتارهای تراژدیک بود، تراژیک بود در واقع، تجربه های مصیبت بار. حالا دیگه نه اون اعتبار هست، نه مشروعیت هست، نه نفت هست، نه شرایط جهانی اقتضا میکنه، نه نسل همراهی میکنه، نه اعتماد و اعتبار عمومی هست، اما همچنان همون آرمان ها، همون آرزوها و مهمتر از این همون روش ها داره تکرار میشه. خب این منجر به چی میشه؟ اینه که ما از فاز تراژدی و رفتارهای تراژیک بریم به سمت کمدی، رفتارهای کمیک، رفتارهای مضحک و فکاهی، رفتارهای فضیحت بارگاهی. مثلا سال 88 شما میبینید که یه فرمانده پلیسی رو میارن سرکوب میکنه، کنترل میکنن و تراژدی آفریده میشه و حکومت هم ظاهرا موفق میشه. بعد حالا فکر میکنن همون فضاست، دوباره میارن همون فرمانده پلیس رو میارن، میخواد همون رفتار رو انجام بده، با همون روش ها کمدی میآفریده، اشکلو میگه و خط نشونه میکشه ولی هیچ چیزی نمیتونه اجرا بکنه. اصولا خیلی از دولت های بعد از انقلاب دولت های تراژیکی بودن. دولت های اول انقلاب خب طبیعی بودی، انقلاب و شرایط بعد از انقلاب، حتی دولت نهم و در واقع از دولت های نهم تا دوازدهم هم میشه گفت دولت های تراژیک بودن، هنوز حرفاشون تراژدی میآفرید. اما دیگه از تراژدی عبور کردیم، ما الان وارد رفتارهای کمیک شدیم. دولت اخیر دیگه دولتی است که رفتارها به شکل کمدی داره تظاهر پیدا میکنه. ببینید مثلا در دولت نهم گفته شد که اونقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دونتون پاره بشه، و با همین رفتار و همین سیاست چیکار کردیم؟ اونقدر رفتیم جلو، تحریم ها افزایش پیدا کرد و کشور وارد یک تراژدی شد. خب یه بار این تجربه رو کردیم، حالا دوباره وقتی که میایم همه حرف رو میزنیم، رئیس دولت میگه که آقا مردم ما اعلام میکنن که میتونن تحریم ها رو با مقاومت بی اثر بکنن، دیگه این حرف کمدیه. یا وقتی که وزیر کار میگه که ما با قناعت میتونیم مثل شعب ابی طالب مثلا مقاومت کنیم، خب این حرف کمدیه. یا وقتی که یه مقام دیگه که میگه که آقا ما در شرایط سخت مثل خانوارهای چینی میتونیم دو وعده غذا بخوریم، دیگه وقتی که 80% جامعه زیر خط فقره، دیگه این حرف کومیکه دیگه. بنابراین نتیجه ناتوانی در عمل به بدیهیات این میشه که سیاستگزار، ساختار سیاسی، بروکراسی وارد چی میشه؟ رفتارهای کومیک میشه، خندداره، فقط افسوسناک و خندداره. جمع‌بندی کنم، از تله بنیانگذار شروع شد روند طبیعی بلوغ کشور و نظام سیاسی رو در اوایل دهه 80 متوقف کردیم، وارد یک در واقع رقابت حذفی شدیم، وارد تله بنیانگذاری شدیم، پس هرز روی انرژی در سیستم شروع به افزایش پیدا کرد، یه جایی به نقطه سر به سر انرژی رسیدیم، جایی که خروج انرژی، هرز روی انرژی بیش از ورود و تولید انرژی بود. بعدش سیستم وارد مرحله پیری زودرس شد. خب و پیری زودرس چی؟ موجب پارادوکس غرور و ناتوانی میشه دیگه، یا پارادوکس امکان و آرزو، که
امکانات کم، آرزوها بالاست. این موجب شد که عقلانیت متوقف بشه و سیستم از سطح عقلانیت به سطح هوش غریزی یا هوش حیوانی منتقل بشه و از اینجا به بعد سیستم دیگه ناتوان شد در عمل به بدیهیات. و وقتی که سیستم ناتوان بشه در عمل به بدیهیات، وارد خلق کمدی به جای تراژدی میشه، رفتارهای کمیک از خودش بروز میده و در واقع دیگه این سیستم در چنین شرایطی باقی خواهد موند تا تتمه انرژی خودش رو از دست بده و در نهایت چی میاد؟ در درون خودش فرو خواهد ریخت.